خب دوستان، الان میخواییم در رابطه با قانون عمومی هوک صحبت کنیم. ببینید، من این تخت پاکن رو الان به این صورت دستم میگیرم. اگر این رو به این صورت بکشم، در راستای X افزایش طول داره، اما در راستای Y کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این اگر 1 میله باشه و بهش 1 نیروی پی وارد کنم، در راستای X افزایش طول میده، کشیده میشه، اما در راستای Y باریک میشه. این رو ما میتونیم به این صورت تعریف کنیم که نو مساوی هست با قدر مطلق کرنش جانبی به کرنش طولی. حالا در اینجا کرنش طولی ما چی هست؟ اپسیلون ایکس هست. کرنش جانبی ما چی هست؟ اپسیلون ایگرک. یعنی اینجا محور ایکس، این هم محور ایگرک. این در رابطه با تعریف نو یا ضریب پواسون. ضریب پواسون بچه ها همیشه بین 0 و 1/2 هست. 1/2 برای مصالحی مثل لاستیک، یعنی مصالحی که خیلی متراکم هستن، اینها ضریب پواسونشون نزدیک به 1/2 یا 1/2 هست. و مصالحی مثل اسفنج کاملا متراکم میشن، اینها تقریبا ضریب پواسونشون 0 هستش. حالا دوستان، میخوایم بگیم که اگر یک المانی به این صورت داشته باشیم، مکعبی که تحت تنش‌های نرمال سیگمای ایکس، یعنی در راستای محور ایکس، سیگمای ایگرگ و سیگمای زد عمود بر این جسم به اون وارد بشه، کرنش‌های ما در راستای ایکس، در راستای ایگرگ و در راستای زد چقدر خواهد شد که به این میگیم قانون عمومی هوک. خب این خیلی مهمه. ببینید، این رابطه‌ای که من الان میخوام براتون بنویسم بسیار مهمه و سوالاتی که میخواییم با هم دیگه حل کنیم خیلی خیلی از این رابطه استفاده میشه. خب این چی هستش؟ سیگمای ایکس، اپسیلون ایکس ببخشید، یعنی کرنش در راستای محور ایکس ها مساوی است با سیگمای ایکس ایوم مدول الاستیسیته منهای نو ضریب پواسون سیگمای ایگرگ ایوم منهای نو سیگمای زد ایوم. به طور مشابه اپسیلون ایگرگ مساوی میشه با منفی نو سیگمای ایکس ایوم به علاوه سیگمای ایگرگ یوم منهای نو سیگمای زد یوم. در حقیقت به چه صورتی هست؟ سیگمای ایکس مثبتش اپسیلون ایکس مثبتش سیگمای ایکس یوم میشه و دو وجه دیگه منفی نو در اون ضرب میشه. یعنی وجه ایگرگ وجه ایکس در راستای خودش ضریب مثبت برای خودش میاد بدون نو، اما برای بقیه منفی نو میاد. چرا؟ چون شما وقتی یک جسمی رو میکشید در راستای ایکس داره کش میاد، اما در راستای دیگه باعث میشن که در راستای ایگرگ که ما میکشیم باعث میشن که در راستای ایکس کاهش طول رو داشته باشیم. حالا
اپسیلون z مساوی هست با منفی نو سیگمای x ایوم منفی نو سیگمای ایگرگ ایوم به علاوه سیگمای z ایوم. بچه ها این رابطه خیلی خیلی مهم هست و کاملا باید در ذهنتون این رو بسپارید. مرسی.